سیاه خان لپویی که اسکلتش در دانشکده پزشکی نگهداری می شود کیست؟ سیاوش بوشهری مشهور به سیاه خان لپویی، مرد 2.59 متری ایرانی، یعنی بالاترین قد ثبت شده در آسیا، با بدنی بسیار بزرگ و غیر معمولی بود. وی که در اوایل سده 14 خورشیدی در لپویی از توابع زرقان استان فارس میزیست، از عقب‌ماندگی جسمی و ذهنی نیز رنج می‌برد. سیاه‌خان به سال 1291 خورشیدی در روستای لپویی از توابع زرقان استان فارس به دنیا آمد. تا 6 سالگی رشد طبیعی داشت، اما از این زمان رشد شدیدی پیدا کرد. خانواده وی به دلیل تنگ دستی و مشکلات جسمی سیاه‌خان به شیراز مهاجرت کردند و باب نمایش گذاشتن فرزند درشت هیکل و نامتعارف خود در معابر کسب درآمد می کردند. در اواخر شهریور 1310 مدتی توسط فردی به نام خشورخان به مبلغ 6000 تومان اجاره شد تا در تهران به معرض نمایش درآید. دکتر قربان، بنیانگذار دانشکده پزشکی شیراز، در سال 1301 خورشیدی وی را یافت و مورد حمایت مالی و پزشکی قرار داد. با انتقال وی به بیمارستان، سیاه‌خان باقی عمر خود را بستری بود و سرانجام به علت ذات‌الریه درگذشت. جمجمه وی 5 کیلو و 700 گرم وزن داشت، ولی تنها 1470 سانتیمتر مکعب حجم داشت. قد وی 2.59 متر بود و این در شرایطی است که به دلیل رشد نامتعارف استخوان‌ها هیچ فاصله ای بین مهره‌های ستون فقرات وجود نداشت. طول دست 117 سانتیمتر و طول پاهای وی 125 سانتیمتر بود. او سالها از بیماری‌های مقاربتی، جلدی و ریوی رنج می‌برده است. اسکلت وی هم اکنون در دانشکده پزشکی شیراز در معرض بازدید عموم قرار دارد.